خانه زهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی. امیدواریم خوب و سالم و سرحال منتظر داستان این هفته باشید. و اما این هفته براتون یه افسانه تعریف میکنم، پس گوش کنید به افسانه جوان با تدبیر. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هر کی بنده خداست بگه یا خدا. در روزگاران گذشته در شهری دوردست، مردی با عیال و تنها پسرش که جوونی بود زندگی میکرد. مرد کارگری میکرد و از این راه پولی در میآورد و چرخ زندگیشون رو میچرخوند. او پیر شده بود و کارگری و فعلگی تن نحیفش رو آزار میداد، اما با این حال راضی نمیشد دست از کار بکشه و پسر رو از مکتب خونه بیرون بیاره و به راهی که خودش میرفت بکشونه. او پیوسته به پسرش میگفت فرزندم، اگه بنا به تحمل سختیه بگذار تنها من اون رو تحمل کنم، پس به راهت ادامه بده و درست رو بخون تا کسی بشی و خودتو مادرتو من رو از این وضع نجات بدی. و پسر هم که میدید پدرش با چه سختی پول در میاره و خرج تحصیل او میکنه، پند پدر رو به گوش جان میخرید و به خوبی درس میخوند تا جایی که دوره مکتب خونه رو پشت سر گذاشت و برای خودش یه پا استاد شد. پدر که این وضع رو دید شاد شد و به پسرش گفت خب حالا وقتشه که یه کار نون و آبدار برای خود دست و پا کنی و بچسبی به زندگی. ولی پسر که تشنه یادگیری دانش بود و از درس و کتاب سیر نمیشد، در پاسخ گفت پدر جان، در این شهر دیگه چیزی نیست که من یاد نگرفته باشم، بنابراین میخوام با اجازه شما سری به شهرهای دیگه بزنم و چیزهای تازه تری یاد بگیرم. پدر گفت پسر جان، همین اندازه هم که یاد گرفتی خیلیه، تو باید بدونی که دانای همه چیز خداست و کسی هم به پای او نمیرسه. پسر گفت اینو میدونم، ولی وقتی آدم میتونه هرچه بیشتر دانا بشه چرا این کار رو نکنه؟ و اما چند روز بعد از این صحبتها پسر پیش پدرش اومد و گفت دیشب یه خواب عجیب دیدم و موندم که تعبیرش چیه. پدر گفت خوابت رو بگو شاید بتونم تعبیرش رو بهت بگم. پسر گفت دیشب در خواب دیدم که سوار ابری شدم و اونقدر رفتم تا به کنار دریایی رسیدم که به جای آب در اون شیر بود. من که تشنه شده بودم سرم رو گذاشتم کنار دریا و تا تونستم از اون شیرها خوردم و بعد از خوردن شیر بود که یک دفعه احساس کردم دارم چاق میشم. بله من اونقدر چاق شدم که همه جا رو گرفتم. پدر بعد از شنیدن این حرف ها فکری کرد و گفت به گمون من سوار ابر شدن نشونه راه پیمودن و به سوی مقصدی رفتنه. دریای شیر دریای دانشه، در نتیجه شیر خوردن دانشمند شدنه و فربه شدن هم بزرگ و سرشناس شدنه. پیرمرد لحظاتی سکوت کرد و گفت این خواب نشون میده که تو آینده درخشانی در پیش داری، پس بیا تا به شهر دیگه ای بریم و من تو رو به دست استادی بسپارم که هرچه میدونه بیدریغ یادت میده. پسر پذیرفت. پدر زاد و توشهی برداشت و همراه پسر جوانش پا از شهر بیرون گذاشت.
پدر و پسر چند ساعتی توی بیابون راه رفتن. گرمای هوا و راه دراز رمق از پاهاشون برده بود. تشنه بودن و دنبال آب میگشتن. در این وقت یک دفعه از دور چشمه آبی دیدن که گرد تا گردش هم چند درخت کهن بود. پدر و پسر حسابی شاد شدن و پاهاشون قوت گرفت. زود دویدن و خودشون رو به چشمه رسوندن. بعد از اینکه آبی نوشیدن و سر و روشون رو صفا دادن و جونی تازه گرفتن، زیر یک درخت بزرگ نشستن تا چند دقیقه استراحت کنن و بعد به راهشون ادامه بدن. و اما پیرمرد وقتی به درخت تکیه داد، ناخودآگاه گفت آخ. در این هنگام ناگهان از توی یکی از درخت‌های کهنسال مردی لاغرندام بیرون اومد و روبروی پدر و پسر ایستاد. او دست بر سینه گذاشت و به پیرمرد گفت با من کاری داشتی که صدام کردی؟ پیرمرد که با دیدن اون مرد استخونی و تاس و زشت رو یکه خورده بود گفت نه، با تو کاری نداشتم. اصلا بگو بدونم تو کی هستی و اینجا چه میکنی؟ مرد گفت بدونید که من آخم و خونم همین نزدیکی هست. چون صدام زدی اومدم ببینم چه کارم داری. خب حالا که منو شناختید بگید ببینم شما کی هستید و تو این بیابون چه میکنید؟ پیرمرد همون جور که به درخت تکیه داده بود دستی بر شونه پسرش زد و گفت راستش این پسر من به دنبال گم شدش میگرده که دانشه. بنابراین ما به شهری میریم که او بتونه به مقصد و منظورش برسه و از دنیا چیزهای بیشتری بفهمه. آخ، نگاهی به جوان انداخت و به فکرش رسید این از اونهایی که به دردش میخوره. پس دستی به صورت چروکیدش کشید و با لبخند گفت خب، باید بدونید که مشکلتون به وسیله من حل میشه. بی خود خودتون رو آواره کوه و دشت نکنید، چون سینه من گنجینه همه دانش هاست و حاضرم هرچه میدونم به رایگان در اختیار این جوان بگذارم. جوان که با دیدن قیافه درب و داغون و مرموز مرد ترس برش داشته بود نمیخواست پیش او بمونه، اما به عکس پدرش از پیشنهاد آخ خوشنود شد و پسر رو به او سپرد و به شهر برگشت. از اون طرف مرد زشت چهره دست جوان رو گرفت و از توی دریچه‌ای که توی درخت بود گذشت و به باغ بزرگی که چندین اتاق تو در اون قرار داشت رسید. در اونجا یکی از اتاقها رو به جوان نشون داد و گفت این اتاق مال توه، در اینجا بمون و زندگی کن و کاری به اتاقهای دیگه نداشته باش. اینو هم بدون که من استاد کیمیا و جادو هستم. مدتی پیش من بمون و ازم چیز یاد بگیر. اگه به اون چه که گفتم دقت کردی و خوب کار یاد گرفتی، تو رو نزد خودم نگه میدارم، وگرنه به دردم نمیخوری و بیرونت میکنم تا تو این بیابون سوزان تلف بشی. جوان وقتی این حرفا رو شنید از فکری که در ابتدای کار درباره مرد کرده بود پشیمون شد و با خودش گفت نه، مثل اینکه او موجود زیاد بدیم نیست، انگار این همون دریاییه که در خواب دیدم، پس باید ازش خوب استفاده کنم و تا میتونم چیز یاد بگیرم. و با این فکر در اونجا موند و دل به کار آموختن داد. دو سه روز از این حکایت گذشت. روزی مرد زشت رو به بیابون رفته بود و جوان تنها تو اتاق نشسته بود که ناگهان در باز شد و دختری به داخل اومد. جوان که از دیدن دختر شگفت زده شده بود گفت کی هستی و اینجا چه میکنی؟ دختر گفت دختر همین مردی هستم که تو رو به اینجا آورده. راستش رو بخوای از همون روزی که به اینجا اومدی دیدمت. چهره تو اونقدر معصومه که من دلم به حالت سوخت و نتونستم شاهد نابود شدنت باشم. بنابراین امروز اومدم تا رازی رو به تو بگم. اون هم این که اگه میخوای روزی از اینجا تندرست بیرون بری، باید هرچه پدرم به تو میگه به خوبی یاد بگیری. ولی نگذاری که او بفهمه تو چیزهایی رو که گفته یاد گرفتی. یادت باشه در ضمن آموزش گاهی خودت رو به سادگی و نفهمی بزن و بگو این چیزها برای من سخته و من نمیتونم اونها رو یاد بگیرم. بی زحمت کارهای آسون یاد من بده، ولی پنهونی همه رو خوب یاد بگیر که در زندگی به دردت میخوره. این رو هم بدون که
اگه پدرم بفهمه که تو هرچه رو که بهت گفته یاد گرفتی و مغز و دلت جور دیگری شده، تو رو میبره توی یکی از زیرزمین‌هایی که زیر همین اتاق هاست و توی خمره تیزاب میندازه. چون توی این زیرزمین‌ها چندین خمره تیزابه که در هر کدوم جوون بیچاره ای رو از بین برده. من این قضیه رو تازه فهمیدم، وگرنه اون جوون‌های بیچاره رو هم نجات میدادم. البته چند روز پیش ازش پرسیدم برای چی این کار رو میکنی و او جواب داد میخوام مغز و روان این جوانها رو نیرومند کنم و بعد جونشون رو بگیرم و پیوند کنم تا همیشه زنده بمونم. ولی هنوز این آزمایش رو به جایی که میخوام نرسوندم. به هر حال تمام چیزها رو ازش یاد بگیر. ضمناً منم تا جایی که بتونم کمکت میکنم و چیز یادت میدم، چون دیگه از دست کارهای پدرم خسته شدم. و اما جونم براتون بگه، یک روز که مرد بیرون رفته بود، دختر لوح‌های او را آورد و به جوان گفت بدون که دانش پدر من توی این هاست، اونها را بخون و از بر کن. جوان هم چنین کرد. مرد یه روز به جوان گفت من اون روز که تو رو با پدرت دیدم به نظرم جوان باهوش و دانایی اومدی و فکر کردم به درد کارم میخوری، ولی حالا فهمیدم که اشتباه کردم و کودن‌تر از تو خودتی. پس معطل نکن و برو دنبال کارت. بعد هم دست جوان رو گرفت و او رو انداخت بیرون و تو اون بیابون سوزان ولش کرد به این امید که او نابود بشه و راه به جایی نبنده. پدر و مادر جوان در اتاق کوچیکشون نشسته بودن و با هم حرف می زدن که ناگهان او رو در برابر خودشون دیدن. اونها که دلشون برای پسر تنگ شده بود حسابی شاد شدن و او رو در آغوش گرفتن و سر و روش رو غرق بوسه کرده. در این هنگام پدر پرسید چی شد پسرم؟ پس چرا به این زودی برگشتی؟ مگه تو نمیخواستی همه ی دانش ها رو یاد بگیری؟ جوان گفت اول اینکه خیلی زود نیومدم و یک سال از رفتنم گذشته. ثانیاً من در این مدت به اون چه که میخواستم رسیدم و حالا اومدم تا در زندگی کمک شما باشم و اون چه رو که یاد گرفتم برای آسایش و تندرستی مردم شهرمون به کار ببرم. پدر و مادر جوان نفس راحتی کشیدن و خدا رو شکر کردن. پدر گفت خب حالا بگو بدونم این مدت رو چطور گذروندی و چیا یاد گرفتی؟ جوان گفت راستش داستانش درازه و باید سر فرصت براتون بگم. فقط همینو بگم که خیلی چیزا یاد گرفتم که به وقتش میفهمید. حالا فقط بگذارید چند ساعتی استراحت کنم که خیلی خستم. و بعد هم رخت خوابی انداخت و گرفت خوابید. سخن کوتاه دوستان، یکی دو روز که از بازگشت جوان گذشت او به پدرش گفت پدر جون، امروز که به بازار رفته بودم شنیدم که قاضی القضات شهرمون از آهو خیلی خوشش میاد و حالا من میخوام یکی از اون چیزایی رو که یاد گرفتم به اجرا در بیارم تا تو از این وضع فلاکت بار در بیای. بله من کاری میکنم که به شکل یک آهو در بیام. بعد شما برو سر راه این مرد و منو به 300 اشرفی بفروش، ولی بی افسار. یادت باشه که اگه رشته یا افسار گردن من رو بدی کارمون زار میشه. ضمناً به قاضی القضات بگو این آهو علفخوار نیست، خوراکش قند و نباته. پدر جوان همین کار رو کرد. قاضی القضات تا از خونه بیرون اومد و آهو رو دید خواهان اون شد و پرسید این آهو رو چند میفروشی؟ مرد گفت 300 اشرفی. اینم بدون که خوراک این آهو نقل و نباته. قاضی القضات 300 اشرفی رو داد و آهو رو خرید. مرد افسار آهو رو در آورد و گفت ضمناً بی افسار می فروشن. قاضی گفت آهو رو که بی افسار نمی فروشن. پیرمرد گفت خب دیگه رسم ما اینه. باری بزرگ قاضی های شهر آهو رو خرید و اون رو به یکی از خدمتکارهاش سپرد تا
تا اونو به استبل ببره و به جای کاه و یونجه و علف هم بهش نقل و نبات بده. مهتر از این حرف تعجب کرد و گفت کی به آهو نقل و نبات داده که ما بدیم؟ ما خودمون نقل و نبات گیرمون نمیاد، اون وقت اونو بدیم به آهو؟ گروهی که در اونجا بودن و بیشترشون هم از خدمتکارهای قاضی بزرگ بودن گفتن یا و نگو مرد، آهوی سرور ما با آهوهای دیگه فرق داره و باید نقل و نبات بخوره. بله، و مهتر با این حرف کاملا دمخ شد. و اما او وقتی آهو رو به استبل برد با لج گفت حالا که تو اینقدر عزیزی که من باید به خاطر طرف بشنوم میدونم چه کار کنم. پیش از اینکه نقل و نبات رو بهت بدم ازت با چوب پذیرایی میکنم. و بعد هم چوب رو کشید به جون آهو و حالا اون بیچاره رو نزن کی بزن. آهوی بدبخت چوب میخورد و از درد جست و خیز میکرد، به طوری که استبل از این کار او پر از گرد و خاک شد. در این میونم کله ای به کمر مهتر زد که او نقش زمین شد. الغرض گرد و خاک ها که نشست، مهتر از جا بلند شد و دید ایداد بیداد از آهو خبری نیست. از ترسش دوید پیش قاضی بزرگ و به دروغ گفت قربان این چه آهویه که خریدید؟ تا بردمش توی استبل جست و خیز کرد و کلهی به من زد و ناپدید شد. قاضی گفت دروغ میگی، آهو ناپدید نمیشه. حالا بگو بدونم اونو چه کار کردی؟ مهتر که دید پیش قاضی جای معلق بازی نیست، حکایت چوب زدن آهو و باقی قضایا رو برای قاضی تعریف کرد. قاضی به سبب از دست دادن آهوی زیباش خیلی ناراحت شد. او ابتدا میخواست مهتر رو تنبیه کنه، ولی بعد دید کاری که شده و باید از گناه مهتر بگذره. بنابراین او رو بخشید. و اما از اون طرف پیرمرد به خونش اومد و سرگرم شمردن پولها بود که پسرش از راه رسید. پیرمرد با دیدن پسر با تعجب گفت تو چجوری اومدی؟ جوان گفت داستانش طولانیه، فقط اینو بگم که فردا من اسب زیبایی میشم. اون وقت منو نزدیک خونه داروغه شهر ببر. او به اسب علاقه زیادی داره. به 500 اشرفی منو بفروش. ولی یادت نره که بی افسار بفروشی. پدر گفت هرچه تو بگی. فردا میره آخر داروغه تا اسب رو دید دهنش از تعجب باز موند. اومد جلو که ارزشش رو بپرسه و اونو برای داروغه بخره که آخ یا همون مرد زشت رو از راه رسید. البته او شکل و شمایلش رو طوری عوض کرده بود که پیرمرد افسار به دست او رو نشناخت، ولی او اونها رو شناخت و فهمید که جوان او رو فریب داده و حالا به شکل اسب در اومده. مرد دیو سیرت پرسید ای پیرمرد اسب رو چند میفروشی؟ پیرمرد گفت 500 اشرفی بی افسار. آخ یا همون مرد دیوخو گفت 600 اشرفی با افسار. پیرمرد گفت نه ارزونه. باری گفتگو و چونه زنی بر سر قیمت ادامه پیدا کرد و از اونجا که پدر جوان آدم پول دوستی بود، وقتی آخ قیمت رو با افسار به 1000 اشرفی رسوند، حرف پسر رو از یاد برد و اون رو فروخت. مرد دیوخو جوان رو به خونش آورد در حالی که توی راه بهش میگفت خوب دختر ساده دل منو فریب دادی و همه چیز رو ازش یاد گرفتی، اما باید بدونی ما این چیزا رو یاد نگرفتیم که به این آسونی به این و اون یاد بدیم و آدمیزاد رو مثل خودمون همه چیز دان کنیم. ای نابکار. دختر در دلش گفت ای داده بیداد، پدرم میخواد خون این جوون بیگناه رو بریزه. بعدم هنگامی که کارت به دست به طرف پدرش میومد، خودش رو انداخت روی زمین و به دروغ فریاد کشید آی پام شکست. مرد دست پاچه دوید که دخترش رو از زمین بلند کنه که اسب افسار رو از گردنش در آورد و شد کبوتری تیز پرواز و اوج گرفت و رفت. مرد وقتی اینو دید شاهینی شد و پی کبوتر رو گرفت. کبوتر وقتی دید مرد داره باز بهش میرسه، از اوج فرود اومد و به داخل ساختمان بزرگی رفت. از قضا اونجا کاخ شاه بود. کبوتر پایین اومد و الماسی شد و به تاج شاه چسبید. شاهین هم که این رو دید
زود به شکل درویشی شد و اومد جلوی تخت شاه و زمین بوسی کرد. درویش گفت اول تندرستی شما رو و بعد هم اون الماسی رو که به تاجتون چسبیده. شاه گفت الماس به چه دردت میخوره؟ به جای اون یک کیسه پول بهت میده. درویش سری خم کرد و گفت قربان، اگه میخواید بخشش کنید همونی رو که میخوام بهم بدید. شاه گفت باشه، بگیر، این هم الماس. ولی همین که اومد الماس رو از تاجش جدا کنه، اون افتاد زمین و چندین تکه شد و هر تکش هم تبدیل به دونه ای انار شد. دنگ وقت درویش فوری خروس شد و بنا کرد دونه ها رو برچیده، ولی یکی از دونه ها شغال شد و خروس رو خفه کرد. و اما عزیزان، همه سرگردان و انگشت به دهان مونده بودن که چه چیزهایی میبینن، که یک دفعه دیدن شد یک جوون. جوون هم داستان خودش رو مو به مو برای شاه تعریف کرد. شاه از بودن چون این جوان دانایی در اون شهر شاد شد و گفت ای جوان، تو باعث افتخار مایی. مطمئن باش که اگه برای پسرم یک زن خوب و دانا پیدا کرده بودم، امروز دخترم رو به همسری تو در می آوردم. ولی چون گفتم که تا به پسرم زن ندم دخترم رو از خونه بیرون نمی کنم، نمی تونم این کار رو انجام بدم. تو که همه چیز رو می دونی، دختری خوب برای او سراغ داری؟ جوان گفت بله، و بعد زود رفت و دختر مرد دیوخو رو آورد. شاه چند پرسش از دختر کرد و دید همونیه که جوان گفته، هم خوش سیما و هم دانا. بنابراین دستور داد که شهر رو آذین بستن و دخترش رو به جوان دادن و دختر مرد جادوگر رو هم به پسرش، و به این ترتیب 7 شبانه روز شهر رو چراغونی کردن و جشن گرفتن. بله یاران، این بود داستان جوونی که راز دانش رو از دست مرد دیوخو بیرون آورد و به دست خودش گرفت و به دیگرون داد و سبب سربلندی خانواده و مردمش شد. در پایان برنامه این هفته دیگه هیچ حرف و حدیثی نمیمونه جز این که بگیم خدا نگهدار و روز بخیر. پایدار باشید.